این هفته سیاوش شمس مهمون منه، خواننده محبوبه که میدونم طرفدارای زیادی داره و بسیاری از شما با آثارش آشنا هستید. در دقایق آینده درباره زندگی، موسیقی و ترانه های جدید این هنرمند گفتگو میکنیم. منو حیرون میکنی، منو داغون میکنی، تو قلب خند لبات گل من غم از وجود من میبری گم میکنی، تو خود نوری و عشق گل من جنس تو نوازشه، گل ابریشمیه، منم و مست هوات گل من. هر کسی اسم تو را روی لباش میاره، میدونه عاشق شده گل من. سیاوش عزیز بهت سلام میکنم، مرسی از اینکه در لس آنجلس با ما همراه هستی. سلام عرض میکنم شما به همچنین، خیلی ممنونم دعوت کردید منو و امیدوارم همیشه شاد و پیروز باشید. سیاوش، آخرین باری که با هم گفتگو میکردیم در تدارک شرکت در برنامه اشکای خاموش بودی، یه برنامه موزیکال که چندی پیش تو لس آنجلس به رو صحنه رفت. در این باره توضیح بده، چه تجربه بود، چطور اجرا شد؟ والا بهترین تجربه بود که من تو این چند ساله در این بهتون قول میدم در این 29 سال از لحاظ مدیریت، پروداکشن و میدونید که آقای پترسون کسی بود که تمام کارهای مدانا و مایکل جکسون و پروداکشنشون رو انجام میداد رو صحنه و یکی از بزرگترین تجربه های من بود و جوری که اینا هندل کردن واقعا بی‌نظیر بود و اونجوری که با من رفتار کردن، چه قبل از برنامه چه بعد از برنامه، جوری که اجازه به من دادن دستان باز بشه و یک تیکه از پاپ سنتی، یعنی قسمت‌هایی از موزیک خودمون رو اضافه کردم به کاری که نوشته بودن، یعنی کسایی که واقعا جایزه گرامی برده بودن و اینا، بعد من اومدم باشون کار کردم و انقدر مغزشون باز بود که گذاشتن من این دستگاه‌های ایرونی رو بیارم توی موزیک در فکر داشتن و عوض کردم موزیکو. خیلی خوشحالم که این کار تونستم انجام بدم و انشالله کارهای بزرگتری بتونیم انجام بدیم. سیاوش، حضور هنرمندای ایرانی در چنین برنامه‌هایی از چه لحاظ حائز اهمیته؟ خودت در این زمینه چه نظری داری؟ فکر می‌کنی چرا این موضوع مهمه که هنرمندای ایرانی توی همچین برنامه‌هایی شرکت کنن؟ ببینید، من با سیاست دنیا کار ندارم که ممکنه بخواند نمیدونم ایرانو حالا بر ایرانیو زیر ضربین بذارن، بر نحوهی بخوان خوب یا بد نشون بدن، ولی هر جایی که ما یک کار خوبی بتونیم انجام بدیم، فکر کنم موزیک تنها چیزیه که اصالت داره و توش سیاست نباید قاطی بشه، یعنی بتونیم موزیکمون رو حداقل به دنیا نشون بدیم و یک مهره خیلی مثبتی هست که ما بتونیم این کار انجام بدیم و کردیت بسیار بزرگی است اگه بتونیم در کنار بقیه آرتیستای دنیا این کار رو انجام بدیم. هر کسی این کار رو بکنه قابل احترامه و امیدوارم، میگم، من بتونم کارهای بزرگتری انجام بدم و کردیت بیشتری برای کشورم و مردمم بیارم، چون واقعا بسیار بسیار دوران خیلی سختی رو میگذرونن، چون آرتیستای ما الان در ایران من میبینم کارهای قشنگی میخوان انجام بدن ولی یهو میبینین جلوشون گرفته میشه و اصلا ناپدید میشن، انقدر اذیت میکنن کار میذارن کنار. این باعث تاسفه. حالا که ما اینجا آزادی داریم، پس اگر یه آرتیست خوبی هست میبینید باید حسابی پشت سرش همه جمع بشیم، دست به دست هم بدیم که بتونیم کارهای قشنگتر و بزرگتری انجام بدیم. یکی از ترانه‌های موفقی که در ماه‌های اخیر منتشر کردی اسمش بود خوشحالم.
بیننده ها خیلی دوست داشتن، شنونده های زیادی داشت. درباره شکل‌گیری این ترانه توضیح بده، چه شناسنامه ای داره؟ در زمانی ما دختر ایرانی ها که خونیم، به نظر من داشتم این کارو میکردیم که نشون بدیم زن باید آزاد باشه، هر جوری میخواد فکر کنه یا هر لباس بپوشه. الان هم همینطوره. الان فکر کنم موقع خانواده است. خواننده های ما باید یاد بگیرن که بیشتر راجع به خانوادهشون وقت بذارن، صرف کنن، چون کار هنر و آرتیست هست، شهرت هست، ولی خانواده شما وقتی وارد این دایره خانواده میشید، بچه های شما میان در زندگی شما، اولین ریسپانسیبیلیتی تون اون بچه ها هست و نگه داشتن مادرشون که باید خوشحال باشه، این وظیفه شما هست از لحاظ یک پدر یا یک انسانی که میخواد در قدم برداره برای مردمش و زیر ضربین هست. این به نظر من خیلی مهمه که الگوی خوبی باشی برای طرفدارات. سیاوش، کاملا مشخصه این ترانه خیلی برای جنبه شخصی داره، از خودت صحبت میکنی، احساست، حال و هوایی که داری. شاید در بین خیلی از هنرمندا خیلی موضوع مرسوم نباشه. چرا دوست داشتی شادی تو با همه قسمت کنی، همه بدونن چه حال روزی داری؟ دیگه مردم میگم با هر تجربه من باید طرفدارای منم آگاه بشن که رشد کنن، و این چیز برای من طبیعیه، چیزی نیست که قایم بشه. سیاوش یه چیزیه که تجربه‌هاشم باید در اختیار طرفداراش و مردمش بذاره. این کوچکترین چیزی است که من میتونم انجام بدم. استقبال طرفدارا چطور بود؟ همین کسایی که داری ازش صحبت میکنی، اونا چطور کارو تحویل گرفتن؟ به خودت چی گفتن؟ بی‌نظیره و واقعا خوشحال میشم. من وقتی بعد از این همه سال مثلا اینجا برنامه میذارم، اصولا همیشه آهنگای قدیم و فریاد میذارم بخونم، و یهو میبینم از بعد از این همه سال آهنگای جدیدم فریاد میزنم، مثلا خوشحالم، دلبر ناز، محتاج، اینا رو مردم فریاد میزنن. خب متوجه میشم که کارو درست رفتیم جلو انجام دادیم. درباره ویدیو این ترانه هم صحبت میکنه، چون کار قشنگی بود و بیننده های زیادی داشت. چه مسیری داره، چه جهتی، چطور این رو تهیه کردین؟ والا ویدیو شد واقعا در ترکیه بود، اونجا بودیم، بچه ها اومدن گرفتیم، و تنها چیزی که میشد این در فکر ما بود و بچه ها رسید. برای از ابرین عزیز برای زحماتش در این کار خیلی تشکر میکنم، و تازه هم ازدواج کرده، کانگراتولیشن. و به هر حال این ویدیو باید این بود، یعنی روز و حال امروز من، بچه‌ای که من عاشقشون هستم، بچه‌هام، خانومم، و یک مومنتی بود، یه لحظه بود که باید انجام میشد و فکر کنیم به جا باشه که این کار رو انجام بدیم. البته من در یه زمان یک فکر داشتم که میخواستم خود بچه های ایران هر گوشه از کناری هستم، هر کی در هر زیر هر فشاری بازم خوشحاله، یکی بلال داره درست کنه، یکی نمیدونم تاکسیه، یکی نمیدونم سر کارشه، دکتر، مو کدا میکنه، همه که اتفاقا یک سال بعدش این آهنگ هپی اومد بیرون که خیلی هم معروف شد که همین کار انجام دادن، و من می‌خواستم خانواده‌ام خب یه قسمتی این باشه، ولی چون گفتن بچه‌ها فیلمبرداری‌ای در ایران نتونستن این کار انجام بدن، دیگه نشد. قسمت این شد که ما این کار اینجوری دادیم، ولی خیلی دوست داشتم که مثل اون ویدیوی هپی که اومد و خیلی هم گرفت، قسمت‌های کوچه بازار هر جا کوچیک بزرگ از ایران نشون بده، قسمت‌های مختلفو که بعد در ریمیکس ما این کار انجام دادیم. فقط سوال بعدی من درباره همین ریمیکسه، یعنی بعد از یه مدتی نسخه ریمیکسش رو دادی بیرون، اون چرا اومد بیرون، چه دلیلی داشت؟ ببینید، بعضیا با این آهنگ خصوصی حال میکنن، شخصی بلان، و بعضی هم خب بچه‌ها گدرینگ دارن، حالا یه کلاب هست، عروسی، پارتی، میخوان برقصن و شاد باشن، بالاخره یه خورده بعد آهنگ ریمیکس بشه که بتونیم همه جا ما اینو پخش کنیم، همه جا به گوش دوستان برسه. این کار ریمیکس در واقع این هست برای دی جی ها و کسایی که بتونن بین برنامه‌هاشون رو بذارن، یه ریمیکس واقعا لازمه، دنس ریمیکس.
زندگی عشق و رامش دارم، هر وقت دلم میگیره از دنیا هم پای بارون میبارم، هر روز با امیدی دارو هر شب با رویا میخوابم، من روزای سختی رو داشتم اما با آینده امیدوارم، واسه آسمون آبی و غروب سرخ آبی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه بشالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم، واسه پرس زیر بارون لحظه های آروم زندگی باون که دوستش دارم و دوستم داره خوشحالم، ممنونم به تو مدیونم. ریمیکس کردن ترانه ها معمولا چه سلیقه‌ای داری؟ به چه نکاتی باید توجه کرد که اون خاطره‌ای که همه با اون نسخه اول دارن به نوعی حفظ بشه و خب بتونه کار موفقی باشه؟ ببین، ترانه و آهنگ که همون ملودی هست، این دوتا که با حتما باید باشه، ولی نکاتی هست. مثلا یک قسمتایی از آهنگ هست که ما میگیم هوک، میوزیکال هوک، که اون تو مغز مردم میمونه. مثلا چه میدونم، لای لا لای لا لا لای لا لا لای لا لا، این قسمت ها هوک موزیک، اینا باید باشه تو مغز مردم هست. بعضی آهنگ ها اینو داره، بعضی ها نداره، ولی خب اون آهنگ هست، یعنی اون ملودی که شما خواننده میخونه و اون ترانه که نمیشه عوض کرد همون هست. این دوتا باید باشه. بعد دیگه دوروبرش از دستگاه جدید برای ریمیکس استفاده میشه. 10 سال پیش صداها فرق میکرد، امسال فرق میکنه، 100 سال دیگه هم ممکنه فرق کنه صداها، ولی اون آهنگ، ملودی که خواننده مینویسه و ترانه، اون عوض نمیشه، اون همیشه هست. این مهمترینه. آیا این روشیه که در آینده ادامه میدی؟ یعنی دیگه میخوای سینگل یا تک ترانه بزنی، دیگه آلبومی به اون صورت در کار نخواهد بود؟ خب ببینید، من که در بیرون از ایران، خب کشور پشت سر من نیست، یا دوستای نمیدونم دولت پشت سر ما نیست، بس برای همین ما تنها کاری که میتونیم بکنیم سینگل دادنه، چون درست کردن یه آلبوم خرجای سنگین داره و باید حتما رکورد کمپانی بزرگ باشه. رکورد کمپانی اینجا متاسفانه راهشون رو از اول، من گفتم 30 سال پیش گفتم شما دارید اشتباه میرید، راهشون اشتباه رفتن. به جای اینکه فوکوس کنن، یاد بگیرن علم این کار رو، کمک کنن فلان بکنیم، چون قدم بعدی از اینجا اینترنشنال بود که همه اگه خواننده کار خوب میکنه بعدا اینترنشنال در جو جهانی باشه که بتونه بیشتر فروش کنه. به هر حال این کار انجام نشد و الان تنها راهش اینه که ما سینگل میدیم برای مردم و مجانی هم هست، دانلود هم میکنن، بالاخره آلبوم باشه مجانی دانلود میکنن بچه ها، ما کاری نمیتونیم جلوشون بگیریم، ولی هدف اینه که به گوش مردم برسه. حالا هر کسی، نمیدونم این بچه هایی که اسپانسر میکنن ما رو این برابر، اینا بماند اون عشق و علاقه ای که دارن و ساپورت میکنن، ولی تا اسپانسر، حالا یه کمپانی باشه یا شخص نباشه تو این کار پشت سر یک آرتیست، یا نمیتونه جلو بره، امکان پذیر نیست. میدونی چی میگم؟ من باید حتی بیزنس های شخصی میکردم که اون کارا رو انجام بدم، حتی چه آلبوم صحنه، چون هیچ رکورد کمپانی پشت من نبود، برای همین همه کارشو باید خودمون میکردیم. اینه، اگر باشه میتونید بیشتر قدم بردارید، بزرگتر قدم بردارید و کار بهتری بکنید. اگر نباشه باید همون دست به حساب و قانون معروف را بریم. حالا عشقی میشو این دلمو از تو سینه در بیارم، پاره کنم دور بریزم، یه دل بهتر بیارم، یه دل که توش غم نباشه، قصمم و ماتم نباشه، یه دل که این سنگ باشه، زشتی ها توش قشنگ باشه، دلی که توش راز نباشه، یه دل بره نار نباشه، به قصه و غم ایچ دریش توی دلم مار نباشه، دلی که توش راز نباشه، یه دل بره نار
باشه به قصه و همیچ داریش توی دلم باز نباشه دلی که مثل قصه لیلی و مدنون نباشه کشکی میشه کشکی گذشته از این مسئله اقتصادی و دشواری‌هایی که تولید آلبوم داره بهش اشاره کردی، از نظر احساسی قضیه چیه؟ یعنی دوست داری سینگل بزنی یا آلبوم؟ تفاوتی اینا میکنه برات؟ هیچ فرقی نداره. اگر شما هدف اینه که بچه‌ها آهنگا رو بشنون، That's it. هیچ هدف دیگه‌ای نیست. تا اونجایی که میتونن بگیرن و گوش کنن، همین برای من کافیه. این روزا چه سلیقه‌ای تو انتخاب شعر و ترانه داری؟ یعنی در حال حاضر توی موقعیتی که هستی دوست داری دنبال چه نوع کارایی بری؟ چه سلیقه‌ای تو گزینش اونها داری؟ ببین، از لحاظ آهنگ و ترانه خب خیلی حساسم، ولی از لحاظ شعر و آهنگ و پروداکشن خیلی حساسم. ولی روی ترانه و شعر اگر برای هموطنام ایرانی‌ها دارم میخونم، الان زبونی که در ایران هست، یکی از هنرمنده با من گفت خیلی جالب بود، زبونی که در ایران هست فرق داره با زبونی که ما در اینجا هستیم بیرون از ایران. بعد یک زبونی که امروز صحبت میکنن، بچه هم دیگر رو میفهمن، درک میکنن، راحت هستن. اون زبون باید تقریبا ما یه چیزی بین اینجا و اونجا باشیم که بتونیم کانکت کنیم با بچه ها. و من ترانه‌امو وقتی می‌نویسم که واقعا یه چیزی، یه حسی باشه، یه چیزی باشه، اتفاقی بیفته که من بتونم قلمو بردارم بنویسم. ولی وقتی نباشه، ما از اون ور بچه‌های حالا هر کجای دنیا، بعضی وقتا یک کلمه‌ای میاد یا یک چیزی میاد، یک سوژه‌ای میاد برای من میفرستن که اون گفته نشده و جالبه. دید اون ترانه‌سرا خیلی مهمه و قشنگه و من توی اون نکته توجه میکنم. بعد حرفی برای گفتن باشه، حالا چه عاشقانه یا هر چی، بعد یک نکته‌ای باشه توش و من دنبال اون سوژه میگردم. این دید من روی ترانه است. و برداشت من اینه، این روزا بیشتر با هنرمندای جوان و مستعد کار میکنی، نمیری سراغ کسایی که معروفن یا مشهورن؟ آیا دلیل خاصی داره کار با این جوان ها؟ چه شاخصایی به کارت اضافه میکنه؟ والا دلیل خاصی نداره. ببینید، اگر من دارم کار میکنم، اگر یک نفر برای من، چون میگم واقعا روزی 100 تا ترانه و شعر و آهنگ و اینا میاد، من نمیتونم، واقعا وقت نیست بشینم همه اینا رو بخونم. و معذرت میخوام از تمام بچه‌هایی که انتظار دارن از من، چون واقعا نمیتونم هر روز یه دونه آهنگ بیرون، نمیشه، در توان نیست. کاش که میشد انجام داد، ولی میفرستن برای من، ما باید اینا رو سبک کنم و انتخاب کنم. بعد به هر حال میگم این کار آسونی نیست. تو الان سالها سر عرصه موسیقی ایرانی فعالی، شاید بیش از 30 ساله داری میخونی. خیلی ها باور دارن اون چیزی که امروز به نام پاپ سنتی میشناسیم یا همون موسیقی تلفیقی که توش سازهای ایرانی استفاده میشه با ملودیهای غربی و ریتم ترکیب میشه، اینا رو شما آوردی. میخوام یه مقدار درباره این نوآوری صحبت کنی، اون دید و نگاهی که تو این سالها در کارات داشتی. شما لطف دارین، مردم هم لطف دارن به من. والا من نمیدونستم میگید بهش پاپ سنتی یه روزی، ولی دوست داشتم همیشه، چون من دستگاه ایرانی خیلی دوست داشتم و اینجوری که شروع کردیم، حالا قوره اینجوری شد که ما مثلا پاپ باشه اون پروداکشن. و همیشه چون میخواستم آواز بخونم، من اینو باید یه جوری میکس میکردم با آهنگای خودم و برای همین بهش میگن ادلیب. یه تیکه همیشه آواز سعی کردم تو کارام باشه، حالا چه اول چه آخر یه نوی. بعد این خودش شد یکی از استایلای من که شما میگید پاپ سنتی، فکر کنم میگم پاپ سنتی، از این قضیه یه جوری شروع شد اینجوری. ولی خیلی خودم دوست دارم که همیشه اون احساس ایرانی، اون دستگاه های ایرانی توی کار باشه. و ورلد میوزیک مثلا، ما یه کاری بود به نام گل ابریشمی در آلبوم صحنه که چهچهه ایرانی مثلا کوارتر تونش میگن تو کار بود، در اول استفاده کردیم. ورلد میوزیک تقریبا همینه، یا رپ توش یه قسمت رپ بود. ورلد میوزیک کار نمیم چند 25 سال پیش بود. رپ که میکس میشه با دستگاه و اینا، یا هر چی از هر کالچری،
دو تا با هم این میکس میشن، این تقریبا ورلد میوزیک به حساب میاد، چون از دو سه تا کالچر با هم مخلوط شده. اینو بهش میگم ورلد میوزیک. و من این کارو همیشه میخواستم انجام بدم 25 سال پیش که آقای استینگ از پلیس، خواننده معروف، هنرمند معروف، این کارو چه میدونم 10 سال پیش بود به نام دزرت روز با یه خواننده مال الجزایر بود که میکس کردن، تقریبا همون کوارترتون یا چهچهه خودمون به سبک عربیش بود، انجام دادن که اون کارم بی نظیر گرفت واقعا. از احساس من دوری بسم تنهایی عادت شد، شکستی قلبم و آخر خیاله حالا راحت شد، ندونستی دوست دارم، نفهمیدی تو را میخواهم، تو تنها آرزم بودی، گذشتی رفتی من تنهام. ببینی چند هزاری نیست نشو که دونه لد جانشم، ولی باور بکن نازم که من محتاج توجه به توضیحاتی میگی. خب در اون دوره زمانی خیلی از این کارا در موسیقی ایرانی انجام نشده بود، شما اومدی تجربیات تازه رو بیاری، نگران واکنشا نبودی، دل مشغولی نداشتی، هیچ مسئله خاصی در خوندن این کارا نبود؟ همین بود که کارولاین میخواست من رو بکشه، خانم میگفت شما بیکاری همینجوری میخواد کارهای جدید تجربه کنی، چون بالاخره بیزینس هم این کار داره، شما باید باز زمان بری که بتونی بیزینس کنی. ولی من یادم میاد وقتی گل ابریشمی من این کار کردم، خیلی ها ناراحت شدن، یعنی اصلا آقا ما دختر ایرانی خوندی فلان، چرا چهچه تو موزیک ایرانی چیه؟ میگه میشه همچه. بعدن 3-4-5 سال بعدش که حسابی تعریف و آقا بی نظیر بود البوم سن و اینا، در اون زمان بله مردم واکنششون اینه. حتی من چند وقت پیش میدونستم، یعنی یه دونه آهنگ بود، آپرا بود، آپرا تنر بوچلی، پاوراتی، کاروسو، اینا همه خونده بودن اینو، خیلی معروف هم هست، و من میدونستم که واکنش منفی هم خواهیم داشت که به ایرانی من، به نام ایران من دادم بیرون، که همینجوری هم شد. چون گفتم به دوستایی که میخواستن این کارو بکنم، گفتم الان مردم آماده نیستن که سیاوش بیاد مثلا آپرا بخونه، که کردم و نس بود و خیلی هم میگم واکنش های جالبی، همونی که میخواستم دیدم، ولی خیلی هم خوب دیدم، انتظار نداشتم. انشالله میگم همیشه این کارو من کردم و در خونمه، در ژنتیکم، نمیشه ازش گرفت. اگه چیزی هست دوست دارم امتحان کنم، چیز جدیدو هر کسی امتحان کنه دوست دارم، هر آرتیستی از لس آنجلس ایران یه کار جدید انجام بده. مثلا دوستی داشتیم به نام هیچکس، من شنیده بودم بسیار انسان با وجود، بسیار آدم خوبی هست، من باش صحبت کردم، خیلی خوشحال شدم از آشناییش و همون کارشو بسیار دوست داشتم. کاری وقتی شنیدم دیدم چقدر متفاوته، کلامی که میزنه از دلشه. و چند تا بچه های دیگه هستن که کارهای متفاوت انجام دادن، این خیلی برام مهم هست که یکی انقدر با وجود باشه، نترسه و قدم برداره، خیلی مهم هست برای من. سیاوش، به نظر رقابتی بین خواننده‌ها یا هنرمندای ایرانی ساکن آمریکا به خصوص لس آنجلس با اونایی که داخل ایران هستن وجود داره؟ در این زمینه شما احساس خطر می‌کنی یا مسئله‌ای وجود داره؟
ببین من بهنود جان من از خطرها گذشتم. خطری ببینید، خطر برای کسی است که از خودش شک داره، نمیتونه کار بکنه. من در هر زمان میتونم هر موقعی اراده کنم کار بدم بیرون. این مسئله ایران و لس آنجلس نیست. شما هر کار خوبی که میاد بیرون باید تشویق کنید، باید پشت سرش باسید. بعد وقتی ما اینه که ما اینجا مثلا خب اونجا سرمایه بزرگ پشتشونه، وقتی با امضا میکنن قرارداد میمندن با شرکت های دولتی و مجاز میشن، ولی اون آزادی، اون تکسچر آزادی رو ندارن تو کاراشون، میتونید حس کنید. و ما اینجا آزادی رو داریم ولی خب بودجه قوی نداریم، بزرگ نداریم. این دوتا باید باشه، یعنی میکس باشه که بشه کار خوب انجام داد، بری جلو. و این هست. ولی ترس این یه چیزیه که سیاست کار دوباره انداخته توی قضیه که بله بچه های لس آنجلسی و بچه های ایران، ما یک خون و یه ایرانی هستیم دیگه، زبون فارسیه، میخوایم بخونیم دست تموم شد رو. این چرت و پرتایی که میگن لس آنجلسی و ایرانی اصلا فرق نمیکنه. اونجا کارهای خوب هست، اینجا هم هر از گاهی کارهای خوب هست تا بتونن انجام میدن. منم اصلا دوست ندارم توی این سیاست ها باشم. هر کی ما رو دوست داره چاکرشی میاد جلو، سفره از همه با هم میدازیم، لذت میبریم. هر کی هم دوست نداره آقا برید لذتتون رو با کسی ببرید که دوست دارید. همین، تموم شد. من از شرکت در این گفتگو سپاسگزارم، برات آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم در یه برنامه دیگه بتونیم بیشتر راجع به کارات صحبت کنیم. متشکرم ازت بهنود جان، همیشه به فکر من هستی و واقعا خوشحالم که میبینم آرمای این کاره در کار هستن و کارشون رو به صورت حرفه‌ای انجام میدن. متشکرم از شما و وایس آف آمریکا. تشکر. حالا چه سخته نفس کشیدن برام، زندگی پوچه بدون ناز نگات، نظر بمیرم فقط با یک اشتباه، به عشق قسم میدمت نبینم عشق چشمات، به عشق قسم میدمت نبینم عشق چشمات. به من دروغ نگو، میدونم بیداری، از قلب عاشقم حالا خبر داری، هرچی میخوای بگو به من، آره تو حق داری، اما دروغ نگو هنوز دستم داری، هنوز دستم داری. این صدای آمریکاست.